استفاده میکنن که میشه تعداد درسته. فرمان ضرب در دو به اضافه دو منهای دو ضرب در تعداد پیوند دوگانه به اضافه تعداد حلقه منهای چهار ضرب در تعداد پیوند سگانه منهای تعداد هالوژن به اضافه تعداد نیتروژن. این فرمولی که باعث مساوی درست. تعداد هیدروژن استفاده میکنه، هیدروژن آبه. ولی رفقا می اینجا استفاده میکنن به درد نمیخوره. قاطی میکنه. خیلی ساده یه روش ریز بگم که از اینم بتونید استفاده کنید، همون فرمول رو بفهمید. نهایتا منهای دو کنید، تعداد هیدروژن مونومر در واقع واحد تکرار شونده رو بمونید. درسته. ولی که این سوال میدونی چیش اذیت میکنه تو کنکور؟ اصلا بچه ها میان مثلا میخوان اینو تجزیه کنن، یه دی اسید میکشه، یه دی الکل میکشه، حالا اون دی اسید رو میاره پایین با دیامینه، یعنی یکم جا نیست که اونجا کشیدن اینا کنار هم دیگه. حالا مثلا ما توی یک کس حل کردیم، یه سری از بچه ها هستن میان از اون طرف مول اسید به دست میارن، بعد از مول اون میخوان برن، اصلا جا نمیشه بچه ها. یعنی سعی کنید اینو یکم یه سری مراحلش رو تو ذهنتون برید که بتونید راحت تر حلش بکنید، چون محاسباتش هم خودش هم با تقریب برید و یکم زمان بر خواهد بود این فراینده. این هست. بریم سراغ سوال بعدی که اینم یکی از سوالای کنکورم بود. اینا بچه‌ها تو دام افتادن. چرا تو دام افتادن؟ به خاطر اینکه خب ما یه همچین نمودار تو کتاب داریم، ولی نمودار کتاب برعکسه. به خاطر همین بچه میگم ببین هر علمی، نمیدونم اصلا کاری ندارم شیمی، فیزیک، ریاضی، تو به خط عمودی و افقی نگاه کن که چی رو داره نشون میده. ببین اینجا داره خط افقی تو هر چهار نمودار انحلال پذیری نشون میده، یعنی گرم هشت تو 100 گرم آب نشون میده. عمودی داره شماره اتمی کربن نشون میده. ما تو کتاب نمودارمون برعکس دیگه، یعنی افقیه داره میاد شماره اتمی کربن نشون میده، عمودیه داره انحلال پذیری رو نشون میده. خیلی از بچه ها توی این سال کنکور اینجوری تو دام افتادن که سوال رو اشتباه زدن. پس خیلی بچه ها توجه کنید که افقی و عمودی چی نوشته شده. ما خب خودمون یه چیزی میدونیم که من یه همین چیز رو در نظر بگیرم 0 1 100 و 1، اولا ما یه سری از الکل ها رو داریم که میدونیم بی‌نهایت توپر میشه و من نمیتونم یک محلول سیر شده ازش داشته باشم. متانول و اتانول و پروپانولمون رو داریم، یعنی من از الکلم با کربن های 1 و 2 و 3 و هر میزانی که دلم بخواد میتونم تو آب حلشون بکنم. ببینید تو کدوم گزینه به این صورته. گزینه 1 رو ببین، من بذار با این برم بهتر بشه برات. نگاه کن تو گزینه 1 داره میگه اگر تو متانول داشته باشی انحلال پذیری حدود 6 تاست. ما داریم میگیم از متانول، اتانول و پروپانول نمیتونیم مثلا محلول سیر شده دست بریم، چجوری به من داره انحلال پذیری میده؟ پس گزینه 1 هم اینجا میگیم که غلطه. گزینه 2 رو با هم بررسی بکنیم. گزینه 2 دوباره داره میگه 1. خب 1 رو بیار بعد به نمودار ببری دیگه، که دوباره نگاه کن تو به دستت به هیچ جای نموداره بند، یعنی این 1 رو تو داشته باشی، 2 رو داشته باشی، 3 رو داشته باشی، به نمودار فعلا نشون نده. اینجا رو نگاه کن، 1 رو داره یه حدودی برچسبونی به این به 4 میشه، پس گزینه 3 مونم بچه نمیتونه درست باشه. و گزینه 4 رو نگاه بکنید، اگه تو 1 رو بخوای بگیری، بخوای به نمودار بری، که خب این نمودار همینجوری میبره تا آخر، یعنی 1 رو بگیری بخوای به نمودار چیز ببینید هر مقداری بخوای داره از اون تو آب حل میشه، 2 هم همینطور، 3 هم همینطور. و اونهایی که تو آب محلول، یعنی بیشتر از اینه، ما میگفتیم 5 کربونه و 6 کربونمون رو اینجا، یعنی 4 و 5 کربونمون رو میتونیم محلول در نظر بگیریم، یعنی مقدار حل شدنش یه چیز بیشتر از 1 باشه. خب 4 رو شما بیا اینجا نشون بدی، تو نموداره 2 نشون بدی، 4ه، یه چیزی بین 0 و 1ه، یعنی داره به تو بین 0 و 1 نشون میده، تو بعد میزنه 4ت رو بیشتر از 1 نشون بده، پس گزینه 2 تام نمیتونه باشه و تو به همین گزینه 4مون میرسی، یعنی گزینه 4 درسته. بچه ها اشتباه زدن به خاطر اینکه دقیقا اومدن نمودایی که تو کتاب بود و زدن، چون حواسشون به خط عمودی و افقی نبود چی رو نشون میده. یعنی حواستون حتما باشه به این موضوعات هم باشه. درست. این هم از این که حالا ما اومدیم جای ایکس ایگرگ رو توی این نمودار عوض کردیم و نمودار جدید ازتون خواستیم. رفقا بیاین یه ذره ریاضی واره نگاه کنیم. اگه من جای ایکس و ایگرگ رو عوض کنم، در واقع دارم تقارن میدم نمودارمو نسبت به محور ایکس ایگرگ. اگه نمودار یک نمودار اون همون اولیه که خوندید، بیایید خط ایکس ایگرگ رو رسم کنید نسبت بهش تقارن بدید، دقیقاً میفته رو گزینه 4. دقیقاً اونم میتونستیم بریم. ولی خب خیلی مهمه دیگه شما ببینید. اصلا من دقیقاً دیدم بچه‌ها اصلا نگاه نمی‌کنن رو خط عمودی افقی چی نوشته و چی رو داره از من می‌خواد. پس به این موضوع خیلی توجه بکنید تا بتونید بهتر بکنید ان شاء الله.
عالی، متشکرم خانم دکتر، خسته نباشید. حالا امروز هم مرسی از شما، شما هم خسته نباشید. متشکرم. حالا یه بدقولی هم انجام شد از طرف من بود، حالا حقیقتش کم مشکلی برام پیش اومد، نتونستیم جلسه رو سر وقت برگزار کنیم. انشالله حالا بقیه جلسات حالا تمام سعیمونی که سر موقع برگزار بشه. حالا از دوستان هم میخواییم که حتما بازخورداشون رو برامون بفرستن، چون قطعا حالا مخصوصا بازخوردهای منفی باعث میشه که ما کارمون رو بهبود ببخشیم.